از او خاطر ما در این حال مبارزه را در اینی سطح فکری هم باید که به صورت جدی و مؤثر به پیش ببریم و ای را با صراحت و با روشنی بگوییم که ما وقتی که می پذیریم که اقتصاد افغانستان در میان مدت تا لحظه که بر امروز و ما از او بالاتر ده که قابل رویت نیست، تا اونو لحظه را یک جامعه هست که بر اساس قوانین بازار فعالیت خواهد کرد، در عین حال ما به صورت قطع از سهمگیری در تلاش بشریت به خاطر یافتن اشکال جانشین و الترناتیف از این بازار به صورت قطع سر باز نخواهد زد و خود را بخش از این کاروان بزرگ انسانی در جهت یافتن اشکال عادلانه تر، یافتن اشکال مؤثرتر برای اداره حیات اقتصادی میدانیم. این مبارزه در سطح فکری هم باید که بدون فروگذاشت از طرف حزب ما صورت بگیره و بخش هم در برنامه حزب واحد در این رابطه وجود داشته باشد. ما باید که با صراحت بگوییم که در صورتی که محافظت‌های اجتماعی نباشد، در صورتی که قانون و قانون کار عادلانه در داخل جامعه نباشد، در صورتی که دولت در عرصه ضروریات اولیه زندگی مردم، یعنی در آموزش و پرورش، صحت عامه، سهم کاملا واضح و روشن و اداره کننده و اساسی نداشته باشد، بازار غیر از اینکه یک تعداد بسیار وسیع از مردم افغانستان از فعالیت اقتصادی، از سهمگیری در فعالیت اقتصادی و در نتیجه از سهمگیری در فعالیت شهروندانه به حاشیه برانه، دیگه بازار هیچ گونه وظیفه را انجام دادن نخواهد دانست. یعنی ما اتحاد استراتژیک ما و امرای بخش خصوصی در مبارزه بر علیه اشکال گذشته کهنه فرسوده حیات اقتصادی یک مبارزه هست که در اینجا ما به صورت روشن حدود از او را تعیین میکنیم و او حدود عبارت از اینی هست که ما در چوکات یک قانون، در چوکات مبارزه به خاطر حقوق و منافع زحمتکشای افغانستان با شما که سازمانده های زندگی اقتصادی جامعه افغانستان هستید، در یک اتحاد استراتژیک برای ساختن جامعه آینده افغانستان یک جای میشه. با این مفهوم نیست که ما دفاع از منافع زحمتکشای افغانستان را کنار میگذاریم، یا به خاطر از اینکه شما را خوشتان بیاید کنار میگذاریم، یا به خاطر از اینکه دیگر اعتقاد نداریم. نه خیر، ما در صف خود هستیم، شما در صفتان هستین و ما میدانیم که مدت طولانی را با هم به نام این زمین وطن واحد، به نام اینمی منافع مشترک مردم افغانستان که تحولات اجتماعی عمیق و اساسی در اینجا باید بیاید، ما با هم میتونیم که کار بکنیم. ما هر کسی را که مکتب بسازه انسان مترقی میدانیم، هر کسی را که فابریکه بسازه انسان مترقی میدانیم و انسان رو به جلو پیش رمنده و تجدد خواه میدانیم. هر کسی را، اگر یاد رفقا باشه، کسایی که خوانده باشن، در این مقاله گفتم که کسایی که اونو بچه قبیله که بر قبیله خود مکتب، شفاخانه، مرکز صحی، سرک میخواید، بزرگترین متحد سیاسی ما اونمو هست. کسایی که در داخل افغانستان از حقوق زنا دفاع میکنه و
سهمگیری زنها را در حیات اقتصادی، سیاسی و رهبری دولت افغانستان پشتیبانی میکنند، اونا متحد ما هستند. کسایی که اشتغال ایجاد میکنند متحد ما هستند. کسایی که در بر علیه حاکمیت بر سر وجدان و آگاهی انسان ها به وسیله یک گروه دیگه انسانی مبارزه میکنند متحد سیاسی ما هستند. و کسایی که اشتغال ایجاد میکنند بدون شک اینا هم متحد ما هستند. اما ما در جای خود و اونا در جای خود، این یک مسئله کاملا روشن است. ما تمام از این ائتلاف های اجتماعی را با از محلی که در او قرار داریم، از استیجی که در او قرار داریم، از اونجا باید که انجام بدیم و اختلال در این مسئله را مجاز نشماریم. و نقش دولت را به صورت روشن در قسمت نظم‌دهی بازار، در قسمت تقویت سکتور غیر کالایی و تمام اینی فعالیت ها ما باید که وسیعاً مورد پشتیبانی قرار بدیم. اینی بود رفقای عزیز چیزی که من فکر میکردم که اگر قرار باشه که سهم را بخوایم در این مورد داشته باشم، در بخش مسائل اقتصادی چنین چیزای به خاطر من میآید و از توجهتان بی‌نهایت تشکر. تشکر رفقای عزیز، ممنون از شما.